بعدی که براتون انتخاب کردم از یکی از خواننده‌های خوب و جوان داخل ایرانه که بیشتر با تنظیمای خوبش برای خواننده‌های دیگه مطرح شده. اونطوری که یه آهنگ معمولی رو میتونه با یه تنظیم خوب به یه آهنگ عالی تبدیل کنه. میدونم که آرزوی خیلی از خواننده‌های خوبمونه که حداقل یه آهنگ با تنظیم این پسر مرداد مایی داشته باشن. سیروان خسروی متولد 4 مرداد 1361 در تهران. سیروان همونطوری که از اسم زیباش معلومه اصالتا کرده. مادرش مال سنندج و باباش اهل کرمانشاه بوده. سیروان از سنین خیلی کم دنبال و پیگیر کار موسیقی بوده. اولین گیتارش رو با باباش میرن خیابان جمهوری میخرن و همونجا یه معلم گیتار ایتالیایی بهش معرفی میکنن و 3 سال توسط این معلم ایتالیایی که ساکن ایران بوده ساز تمرین میکرده. بعد از اون 1 تا 2 سالی معلم نداشته تا اینکه یه روز وقتی کاست سیب نقره‌ای کوروش یغمایی رو گوش میده خیلی خوشش میاد، پشت کاست رو میخونه و میبینه آهنگا، تنظیما و ساز مال کاوه یغمایی و اونجاست که بعد کلی پیگیری از طریق پسر دوست باباش که کمیل داداش کاوه استادش بوده شماره کاوه رو گیر میاره و پیشش تعلیم کیبورد میبینه. سال 79 توی کنسرت کاوه روی سن سیروان که فقط 18 سالش بوده کیبورد میزنه. سال 84 اولین آلبوم سیروان در میاد. از 5 سال بعدش کنسرتاش توی ایران شروع میشه. همتون آهنگ زیبای وایسا دنیا رو از رضا صادقی شنیدین. تنظیم زیبای این کار از سیروان بود. همینطور آهنگ عشق من باش که تا مدت‌ها ورد زبون همه بود و بهنام صفوی عزیز اونو اجرا کرده بود. اونم یکی از تنظیمای بی‌نظیر سیروان بود. خیلی قوی و خوب داره کار میکنه. به خاطر همین دور و برش حرف و حدیث و حاشیه زیاده، اما خودش اصلا دنبال حاشیه نیست و خیلی ریلکس و محکم و خونسرد داره کاراشو میکنه. اجرای زنده سیروان هم حرف نداره. به خاطر همین ویدیویی که امروز میخوام براتون ازش پخش کنم یکی از آهنگای فوق‌العاده‌شه که توی کنسرت اجرا کرده. بهتره که خودتون ببینین و قضاوت کنین. اسم آهنگ هست دوست دارم زندگی رو. بریم ببینیم و برگردیم.